ما بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. با درود فراوان به شما بیننده برنامه کوچه ایرانیان هستید. در این هفته نیز توجه شما را به ادامه گفتگو با آقای خانبابا تهرانی جلب میکنم. طی برنامه گذشته ضمن نوشیدن یک چای بسیار دلچسب که پای صحبت خانبابا نشستیم، او از تولد خودش در محدوده پایین شهر تهران و بعدها تحصیل در دبیرستان‌های مختلف و سپس جا به جا شدن به شمال تهران و ادامه تحصیل در دبیرستان کالج و همچنین اخراج او به دلیل فرد جنجال برانگیز توضیح داد و همچنین گرد همایی گروه های چپ از جمله توده‌ای های آن زمان در رستوران دلشاد که متعلق به پدر او بود و در کنار دانشگاه تهران قرار داشت. به هر حال او دستگیری خودش را شرح داد در سن 16 سالگی و زندانی شدن و شکنجهش را در زندان برای ما کاملا توضیح داد و اینکه در نهایت به تشخیص پدرش به دلیل همین فعالیت‌های سیاسی لازم بود که ایران را ترک کند، چون ادامه اقامتش در ایران دردسر آفرین شده بود. قسمت دوم این مصاحبه تاریخی و آموزنده را شروع می‌کنیم با آخرین دستگیری او در سن 22 سالگی که به عنوان عضو حزب توده لو رفته بود. آقای خانبابا تهرانی، برمیگردیم به سال 1333 که شما یک جوان پرشور 20 ساله بودید در تهران و فعال سیاسی. 20 ساله و پرشور و فعال سیاسی، یک سال پس از 28 مرداد. در چه موقعیتی شما بودید؟ در چه موقعیتی وضع سیاسی کشور بود؟ یک سال پس از 28 مرداد. در اون زمان من مجددا دستگیر شدم. یعنی زمانی است که یکی از آدمهایی که عضو حزب بود، بله، او دستگیر میشه. شما دیگه چرا دستگیر شدید؟ خب بعد میگم دیگه. این آدم به هر حال اسم من رو میاره. اسم من رو میاره و میگه من با ایشون در ارتباط بودم و اینا. من رو صدا میکنم فرماندار نظام، یعنی میان در مغازه پدرم و من جلب میکنم میبرم. میبرم، من میرم فرماندار نظامی ما تو شهربانی بود دیگه، تو بابایون. میرم بالا و سرهنگ مصطفی امجدی که معاون بختیار بود من فرا میخونه و میگه که خب شما که گفتی کاری نداری باز به تود و نبودی و فلان و اینا. گفتم واقعی نبودم. گفت راست میگه میشه؟ گفتم آره من فکر میکنم راست میگم. گفت اگه کسی بگه تو باش مسئولش بودی، تو رابط بودی، چی میگه؟ بعد گفتم خب ممکن دروغ بگه رو. این بازجویی در شهربانی تهران و اون فرماندار نظامی اونجا بود. بله میدونم اونجا مستقر بودن. اول می یادآور بشم، خود تیمور بختیار فرماندار نظامی نبود، اول همه فرهاد دادستان بود، پسر خاله شاه، که خیلی هم دله دوز بود، که پدر من یه پولی بهش داد برای آزادی من. اون یه سرباز گروپان گشود در اتاقش، جعبم گشته بود اونجا رشوه میگرفت، خیلی دله بود. که برادری هم داشت، اکبر دادستان، که بعدا شد اینجا مسئول ساواک ایران در آلمان سالهای دراز. فرهاد دادستان سرلشکر بود. یک هفتش ماهی اون بود فرماندار، بعدن تیمور بختیار شد. اون موقع که من گرفتن دوباره تیمور بختیار بود فرماندار. مصطفی هم جدی هم بود رئیس ستاد، نه یا معاون رئیس بازرسی و بامه، که معاون عباس فروزنده بود، سرهنگ فروزنده. من رفتم گفتم نه، من همچه کسی نمیشناسم و اینا، هر کی گفته دروغ گفته. گوه اگه الان بگه اینطور میشناسه. بعد یه دونه میز اینجوری بود، یه پرده بود پشتش، یه پرده رو زد کردم، پسره روی صندلی نشسته،
یا گفت سلام رفیق. گفتم من ایشون نمیستم. امجدی اومد جلوی کشیده به من بزنه، من یه ویراژی دادم و اینا. حالا به شما میگم، چون امجدی به یک نحوی یه رابطه ایجاد کرده و اینا رو من امروز میگم، با دختر سرهنگ شیخ. سرهنگ شیخ یه ناپسری داشت که پسرخاله پدر من بود، آقا مرتضای نصرتی که اون ایران خانم شیخ خواهر مرتضی میشد که اون پارتی من شد، بعدن رفتن پلو امجدی دور دوم، من از طریق اون آزاد کردم. بالاخره دست چیزه حکم جلب من داد و من بردم به زندان قزلقله. رفتم زندان قزلقله که یک ماه و نیم اونجا بودم دیگه. زندان قزلقله یه ماه و نیم یا یه ماه و بیست روزی همچین. شکنجه داشتین اونجا یا نداشت؟ اونجا هم داشتم، اونجا شلاق زدم به من. فقط شلاق میمدن هر روز میزدن یا فقط نه آواز؟ نه، چند دفعه من بردن شلاق هم میخوابوندن رو نیمکت، میشستن بعد رو پشتم میزدن. که یاد دارم که اونجا که من رفتم توی یکی زندان قزلقله مرکز اصلی خونه عباس آباد بود، رو تپه‌های عباس آباد که من یادم بعد انقلاب کردم میراهی میگفتم زندان قزلقله. مادرم میگفت پسر زندان قزلقله دیگه موجود نیست، خونه خواهرت اونجا، اسمش هم خیابون گله هاست. بعد اونجا رو تپه های عباس آباد بود زندان قزلقله. بعد یه حیاتی بود که یه دونه حوض بود وسطش، روبروش هم سه تا بند عمومی بود، این دو طرفش هم ساخته بودن سلولای تک تک. یه روز که من توی یکی سلولا بودم دیدم یکی اومد گفت میتی اینه بگیر، یه پیژامه از این برزنتوریا به من داد، دیدم نصرته، الان بهتون میگم، رامش، نصرت رامش یه ورزشکاری بود، معلم ورزش بود، بچه تو دیا بود که گرفته بودنش تو راه تبریز، داشت علی امیدو که سمبول کارگری ایران بود، از سمبول حزب توده بود، اونو و یکی از افسرهای فراری رو با این داشت میرفت. که یادم اونی که میزدم گفتم مرتی که حالا اون افسر فراری بود، اونم سمبول کارگری ایران، علی امید از دوره رضاشاه زنده، تو میرفتی روسیه چیکار کنی؟ معلم ورزش کم داشتن روسا. بعد یه شلوار به من داد، شلوار پی، گفت اینه بپوش زیر شلوارت که شلاق میزنن دردت زیاد نیاد. پس روش روی شلوار رو بدن لخت شلاق نمیزنه؟ نه نه نه، رو همونجا اون... جمهوری اسلامی رو بدن لخت شلاق. حالا که دیگه الان دیگه تکامل پیدا کردن. برحال من خلاصه یه مدت یک ماه و نیم اونجا بودم، مثل که یه هفته یا سه هفته تو انفرادی، بعد اومدم تو عمومی، تو هم بندهای عمومی بودم که اونجا آقای حسابی بود که مرد شریفی بود، قاضی دادگستری بود، خیلی ها بودن اونجا. که یه روز که رفتم توالت، این هم یکی خاطرات فراموش شدم، چون بابا که هم میخواست رو میگفت این مسئول تبریز بود، یادم بود به نام سید اشرفی، خیلی مرد گنده و تنومند چاقی بود، شکنجه کردن، دستاش کار نمیکرد. تو توالت بود، دیدم ناله میکنه که آقا یکی بیا طهارت من بگیره. بعد من رفتم، خب جوان بودم دیگه، رفتم و طهارت چه گرفتم و اینا. بعد گفت خدا جوانیت نگه داره. بعد معلوم شد این سید اشرفیه که یکی از مسئول تبریز بود، کلی کادرهای حزب اونجا بودن، دکتر یزدی هم اونجا بود، دکتر مرتضی یزدی. یک سوال اینجا پیش میاد، شما 20-21 سالتون بود در اون دوران؟ 22 سالم بود. 22 سال بود. آقای تهرانی، چند تن جوان 20-22 ساله در اون روزگار فعال سیاسی بودن مثل شما؟ بودن. یعنی هزاران تن؟ میشه گفت، برای اینکه سازمان جوانان او زیاد داشت. یعنی واقعا حزب و بدنش و سازمان جوانان میکشید. در سراسر کشور؟ بله بله. یعنی تمام کارهای چجور میدانی رو سازمان جوانان میکرد. یکی انتقال روزنامه به شهرستان ها کارهای ما بود دیگه، پیک بودیم. از این شهر به اون شهر با قطارات، من خودم چند بار اندیمه شهراک می بردم. حتی بچه های کوچکتر من 16-15 ساله همه می بردن. یا مثلا فرض کن دموستراسیون ها، صفحه اول ماها بودیم، جوان ها بودن همش. تا چه سالی؟ تا سال های مثلا من تا وقتی ایران بودم دیگه. شما تا چه سالی ایران بودیم؟ من تا 1956. بله، میشه حدودا 35.
1335. من دیگه آخرین بار که زندان بودم خیلی فرسوده شده بودم، مریض شده بودم و اینا، پدرم تحمل نکرد، گفت اینجا تو باشد دست میری، باید بری بیرون. و با راست هم به شما بگم، من با نارضایتی ایران ترک کردم، نمیخواستم بیام اصلا. انقدر دوست داشتم اونجا رو، نمیخواستم بیام. یعنی فیکسیت بودم روی مسئله کشور و سیاست و این چیزا. من با حسین اسکویی اومدم، حسین اسکویی هم الان مونیخه، رفیقی بود که باغشون رو گذاشت در اختیار من، که من تمام اسناد حزب و سازمان جوانان و حتی چاپخونه رو که مونتاژ کرده بودن بسته‌بندی بردیم تو باغ اونا، گذاشتیم زیر شیروانی مقدار زیادی که حالا بعدا توضیح میدم چجوری لو رفت و یه مقداری هم چال کردیم تو از این، البته من نه تیم دیگر این کار کرد، توی از این بشکه های قیر حروف بود دیگه، حروف سربی بود، تمام اینا رو چیز کردن تو باغ چال کردن. اون باغ کجا بود؟ باغ توی حصارک زیر خونه زاهدی، نزدیک منزل زاهدی زیره باغش. حالا چی شده اونجا من نمیدونم، حتما رفت. من میدونم که سازمان امنیت اونا رو پیدا نکرد، تمام زیر شیروانی رو پیدا کرد، که مثلا پس تو گونیا کارتای عضویت نو بود که تو چاپخونه آورده بودن، همه رو خواستن یه جا بذارن، اونا رو پیدا کرد. اونم علت چی بود؟ که برق اونجا اتصالی پیدا کرده بود، یه کارگر برق آورده بودن که بره درست کنه، ده تو او این پره زیر شیروانی گونیاست. بعد اسخر زمانی که یکی از شکنجه‌گرای بنام بود که خسرو روزبر دستی که تیر خورد خسرو روز شاه فرستادش لندن، که بهش میگفتن دایی، یکی از مطلع‌ترین استوار بود، این چیز بود دیگه، ستفان دوم همردیف دفتری بود که از چیز اومده بود، از به اصطلاح رکن دو اومده بود رو بازجوهای اول فرماندهی، بعدم تو ساواک بود دیگه، خیلی پیر بود که پیر دیر همه اینا بود، معروفه از خلال زمانی، اون هم زنده است یا مرده. اون با این کاظم آقا که صاحب این باغ بود با پدر اسکوی شریک بود، اون برقیه اومده بود گفته بود اینم اونجا داشتن تریاک میکشتن، شنیده بود. بعد اون فرستاده بود مأمور، بعد روزنامه کیهان اینا عکس انداختن و تمام این گونیا بیختن جدید. آره دیگه، بعد اون بیچاره پیرمرد و پدر اسکوی رو گرفتن و اسکویی رو هم گرفتن که رفیق منه. بعد هم خب لجبار منه گفتن، یه گفتن این و ما دوتا راست هم میگه. من گفتم آقا باغتون خالیه، من دوتا معلم میشستم کنه ما غذا میخورم، ابریشمی ها احمد و محمود، دانشجوهای شهرستانی بودن، مغازه ما غذا میخوردن، تو دانشگاه تهران بودن، حزبی بودن که معرف منم بودن. گفتم بریم اونجا بشینیم، اونا استفاده حزبی کرده بودن دیگه، که اونا منم گرفتن دیگه با اونا، ولی بعد من گواهی دادم که اون پیرمرد اصلا کاری نیست، اطلاع نداره، من کردم که اونا رها کردن پدرو. شما رو نگه داشتن؟ من و حسین اسکویی که الان اینجاست دیگه با من اومد آلمان اونم دیگه. این دیگه آخرین زندان من بود که اونم با من اومد حسین آلمان دیگه، که الان هم آلمانه، بعد قالی فروشی باز کرد اونجا. پس به این ترتیب شما سال 1956 ایران رو ترک کردید. آره با نارضایتی. بعد من نمیخواستم بیام ولی پدرم گفت اینجا دیگه نمیتونی بمونی، که من فعالیت خودتو در خارج از کشور ادامه. من بلافاصله که رسیدم یه جای دیگه هم توضیح دادم، اولین کاری که کردم اس‌نویسی دانش، اولم تو ایستگاه راه هم برخورد کردم به آدمی به نام کیومرث مافی از فامیلای مافی سلطنه. بعد این کیومرث هم توده‌ای بود، هماره دید ماچ و بوسه و اینا، بیچاره به الکلی شد، بعدم آخر تو دام کیانوری گرفتار شد و من اینو گم کرده بودم، پیر الان 90 سال شده شد، اخیرا به من تلفن زد. آقای خان بابا تهرانی، ما در برلن غربی یک مافی داشتیم که همونه. فکر میکنم همونی که ایشون در برلن شرقی بود و برای نشریه حزب کمونیست برلن شرقی می نوشت. همونه. حالا شبها میاد چشمش قدی چپ بود. همونه. و من یه سی بهت بگم اضافه بکنم، من اینو گم کرده بودم، از توده یا پرسیدم، بعد بچه های توده یا بچه های برلن غربی من گفت آقا این می اومد تو کودام تو کافه میشست به نام دیک ورتین، کدام نبود قسمت دانشجویان دانشکده هنرهای زیبا بود که ما اونجا بودیم، هفته یک بار می اومد و همه هم یه رونده با
باریکلا مهمان این را همه رو به من گفتن. بعدم به من گفتن که اینو این آخه فر... این از وقتی که من رفتم و چین و اینا اخیرا به من زنگ زدن فکر کنم مرده. من باید باشد من صحبت کنم. آقای کیاری انداخت تو کام اشتازی. در اینجا بد نیست یک بار دیگر اشاره کنم که سالهای 1955 الی اواخر سالهای 1970 فعالیت‌های دانشجویان خارج از کشور در اروپا مخصوصاً فرانسه و آلمان و انگلیس بسیار گسترده شده بود، مخصوصاً در آلمان. فعالین سیاسی گریخته از ایران هم که بیشتر توده‌ای‌های آن زمان بودند اکثراً در مسکو و بعدها در شهر لایپزیگ آلمان شرقی و عده‌ای هم در برلین شرقی که پایتخت کشور کمونیستی آلمان بود سکنا گزیده بودند. در برلین غربی که چون جزیره‌ای در میان آلمان شرقی قرار داشت عده کمی دانشجوی ایرانی تحصیل می‌کردند. علتش هم این بود که دولت ایران تحصیل در برلین غربی را به علت اینکه همجوار کشور کمونیستی آلمان بود قدغن کرده بود و سازمان امنیتی ایران هم برلین غربی را لان زنبور می‌نامید. در آن دوران در کنار دانشگاه ما، دانشگاه هنرهای زیبای برلین، کافه بود که پاتوق ما دانشجویان بود و این کافه که کافه دیک ورتین نام داشت و به معنی صاحب کافه چاق معروف بود، مرکز فعالیت‌های هنری و ماجراجویی سال‌های 60 اروپا، شاید باور نکنید در سطح بسیار وسیع پا گرفته بود که امروز چون کافه موزه تاریخی از آن نگهداری می‌شود. و اما در طی 8 سالی که من هم در این کافه رفت و آمد داشتم، در 4-5 سال آخر فقط یک ایرانی دیگر به غیر از من هفته یک بار شاید به این کافه می آمد. این ایرانی غریبه که دانشجو هم نبود همیشه پس از نوشیدن ده ها آبجو تا نیمه های شب را در این کافه پر دود و شلوغ ما به سر می کرد و مرا هم به عنوان علی که ایرانی هستم شناسایی کرده بود، چون میدید که آخر شبها صاحب کافه چاق با اعصاب دنبال من و دوستانم میکرد که کافه را ترک کنیم که البته ما رضایت نمیدادیم. جالب اینجاست که شبی من نام این ایرانی غریبه را از او جا شدم و او با لبخند زیرکانه گفت من هم مثلا علی هستم، یعنی بیشتر نپرس. ولی بعدها فهمیدم که نام فامیلش مافیست و او که در قسمت کمونیستی برلین زندگی میکرد پاسپورت مخصوصی داشت که میتوانست به قسمت غربی و آمریکایی شهر هم بیاید. بگذاریم. آن شبهایی که پیدایش میشد او اکثرا مست میکرد و موقعی که نیمه شبها ما را از کافه بیرون میکردن او را هم بیرون میانداختن، همچون که در آلمان با مستها برخورد میکنن. اما برخلاف ما که دانشجو بودیم و اصولاً پولی نداشتیم، همیشه این مرد غریبه موقعی که مست میکرد دستور میداد که به همه افراد داخل کافه که اکثراً دانشجو بودن یک لیکور یا آبجو بدهند، یعنی 30-40 نفر را به مشروب میهمان میکرد و بعضی وقتا هم 2 یا 3 بار این کار را تکرار میکرد تا پولش تمام میشد. به هر حال مرد مرموزی بود، ولی چون در آن کافه ما آدمهای مرموز زیاد بودن او هم فقط یکی از غریبه های مرموز ما بود. یک شب هم که کیف پولش را کاملا خالی خالی کرده بود از من 1 مارک قرض گرفت تا بتواند با ترن شهری خودش را به منزلش برساند. من بعدها دریافتم که او از خانواده سرشناس مافی تهران بوده که به علت فعالیت سیاسی به آلمان گریخته و سپس به کشور کمونیستی آلمان شرقی پناه برده بود، همچون بعضی از توده‌های دیگر که به اجبار به کشورهای کمونیستی پناه برده بودند، مانند آقا بزرگ، یعنی بزرگ علوی در برلین شرقی و عبدالرحمن قاسملو در پراگ پایتخت چکسلواکی و خان بابا تهرانی در پکن پایتخت کشور چین کمونیست. به هر حال آن زمان در کنار دانشجویان ایرانی خارج از کشور فعالین سیاسی از ایران گریخته هم زیاد به چشم می‌خورد. بگذاریم. دوباره می‌نشینیم پای صحبت و ادامه شرح حال مهدی خان بابا تهرانی. این از وقتی که من رفتم و چین و اینا اخیرا به من زنگ زدن فکر کنم مرده. من باید باشد من صحبت کنم. آقای کیاری انداخت تو کام اشتازی. ایشون یعنی بچه ها بله انداخت تو کام اشتازی. این آخه معتاد بود دیگه، الکل میخورد، الکلی بود. من خاطرم این تو مونی خمنتو پول فراوون هم از اینا میبود، قمارباز بود، میرفت تو گارمیش پارتنکشه و قمار میکرد و بعد خون میفروخ. جدی ایشون تنها کسی بود که
از کشور کمونیستی آلمان شرقی همیشه میتونست بیاد به غرب پیش ما و میومد آخر شب هم برمیگشت. پاسپورت مخصوص داشت. آره، حالا این بچه های توده‌ای به من میگفتن این عضو اشتازیش کرده کیانوری و میاد و میره و من از این اثری نداشتم تا اخیراً دیدم تلفن زنگ زد گفت مهتی منم اینو بعد گفت آقا میدونی من بازجویی کردن سر تو؟ گفتم سر من چرا؟ گفت عکس رو تو اشپیگل انداخته بودن سر داستان بادوینهوف و فلان و اینا خب. بعد اومدن یخ من رو گرفتن که با تو هم دوست بودم و فلان و اینا خیلی الان بعد گفتم من 40 ساله که ندیدم گفتم حالت چطوره تو؟ که گفت من یه پسر دارم از زنی که اینجا گرفتم بره. یه زنی داشته چشم شیشه‌ای بود مال بایر بود صحیح. این از بایر رفت پلو مصطفی لنکرانی در آلمان در برلن در وین بره. بعد از اونجا دیوونه در رفت از مرز چکسلواکی رفت تو تیراندازی شد سر مرز صحیح. بعد گرفتم بعد رفت به هر حال آلمان شرقی تو اونجا بود که اون وقت بعدها بچه‌ها به من گفتن که کیانوری اینو انداختش تو اونجا. من یک روزی در منزل آقای بزرگ علوی از ایشون نام بردم و آقا بزرگ گفت آقا اسمشو نگیر اصلا آره. نمیدونم چه سابقه‌ای داشت. گفتم آخه میدونید ایشون میاد اون؟ گفت نه آقا اسمشو یعنی نمیخواست اصلا چیزی آره. راجبش بدونه. من اصلا اثری از این نداشتم تا همین اخیرا مثل که تلفنشو دارم. باید حتما زنده باشه دیگه. آره دیگه به من زنگ زد گفت قلبم مریضه یه پسری دارم او به من میرسه. به هر حال عده زیادی اینطوری پخش و پلا شدن از حزب توده. مثل شما اونم حتما جوان بوده عضو حزب توده بوده. بله اون عضو حزب توده بوده فقط اون ارتباط من رو بس کرد. وقتی من اومدم مونیخ تو ایشکار رو هم دیدم سلام من دوباره کارهای ما در هاپانو بله اونجا واسطه بود یه دونه بورس فروشی بود که لبرکز میفروخت و این با آبجو میخورد بله اون لبرکز خیلی خوشمزه آره خیلی خوشمزه بود برکلا بعد این اومد دنبال کار رو اصلا دیلماج ما بود دیگه مترجم ما بود چون ما خوب آلمانی نمی‌دونستیم دنبال کارهای ما بود و اینا بعد خب همیشه با ما بود تا اینکه ما من گذاشتم رفتم دیگه وقتی به چین رفتم ارتباطم با این قطع شد این دیگه آلمان شرقی آقای تهرانی سوال اینجا پیش میاد شما که 24 5 سالتون بوده ایران رو ترک کردید چگونه است که یه فرزند یه خانواده بورژوا و ثروتمند ایرانی بعد عضو حزب توده بعد مجبور میشه ایران رو ترک کنه شما به هر حال در مسیر زندگی شما نبود از یه خانواده خیلی ثروتمند بود مافی. نه من که ثروتمند نبودم نه مافی رو دارم عرض میکنم مافی بله. بله نه اگه این سوال شما میکنید شما میومدید بیرون ایشون هم میومد بیرون میخوام بدونم این نارضایتی بود چه بود نه شما اگه اینطوری میری اصلا به نظر من اندیشه های سوسیالیستی خیلی بچه ثروتمند داره کشونه تو هم بچه های فقرا کمتر میدونم من میخوام از زبان شما بشنوم شما از خود انگلس بگیرین که بانکیه بوده تا بیاین جلو فقط کارل مارکس بود که بغل بقیه میخورد هی هر موقع پول کم داشت مینویس فیدریش مادام هم بخواد بره به فلان جو پول بفرست بیاد نه نه چون شما در رأس این فعالیت های اون آره. سال ها بودیم میخوام بدونم قشر گسترده از جوانانی که از خانواده های بالای شهر بله، بودن تمام برجوا بودن بله بله تمام آدم هایی که تو رهبری حزب توده هم بودن شما فکر کنید بله. از خود 53 نفر درست اکثر آدم هایی که من استاد دانشگاه بودن بعد بله. اینا بچه فقرا نبودن بله. بچه های فقرا تک و توکی بله. بچه های مثلا قشر متوسط پایین بودن بله. بقیه همه آدم های مثلا خود آقای رادمنش بله. زمیندار بزرگ لاهیجان بوده همشون ایرج اسکندری 16 است تمام مثلا دعوایی که کیا اینا میکردن با ایرج این بود که پول انتخابات تو رو از ساری اون دوره که رفتی مجلس ثروتمند بزرگ شما و ساری که اخیرا بزرگترین کتابخونه هم داشت که همین احسان طبری و تمام اینا تو کتابخونه اون عالم شدن هستن پدر ماندان گلبادی منوچهر خان گلبادی که تا آخرم که فوت شد اصلا لباس به تنش نمیخورد اینقدر چاق شده بود هروئین میکشید تمام مستخدمیش هم چیز شدن این آقای اسکندری اینا همه تو محضر اون بودن خیلی آدم دانشمندی بود زمیندار بزرگ میگن سوئیس میگن زمین داشت اونجا کتابخونه و عظمی هم داشت که الان دخترش ماندانا که پاریسه که اونم حواس پرت شده میگفت
یه مقدار کتاباشو خوردن و که من رفتم دنبالش و اینا. سوال اینه که اینا که سرمایه‌دار بودن و نارضایتی مالی نداشتن، در چارچوبه یه زندگی مرفه در ایران زندگی میکردن، دردشون درد وطن بود. من فکر میکنم دو عامله. یکی این که وقتی وطن خودش تیکه پاره باشه، توش فقر زیاد باشه، ولی اینا اون وقت درس بخونن از طریق چراغ دانش به این برسن که راهایی رو میشه از طریق مثلا برابری و سوسیال گرشتش کرد، به قول آلمان به چی برابری رو درست کرد. خب به سوسیالیسم گرایش پیدا میکنن. تو اروپا هم همطور. تو اروپا هم شما نگاه بکنی، خب خیلی از این انتلکتوال ها اینا از طریق واقعا دانش و رسیدن به یه نقطه ای فهمیدن آقا این چراغ فروزانه میشه برافروخ برای رفع تبعیض ها و فاصله های طبقاتی. اینجوری مال اینا اینطوریه. به نظر من فقط گرسنگی نیست و مثلا مخالفم که اگه کسی فکر بکنه که حالا مثال خیلی کوچیک میارم، من فکر میکنم مثلا انقلاب ایران، همین انقلاب اسلام به اسلام تمام شد، در اثر فقر نبود. قربونت برم اصلا نه فقر نداشت ملت، ملت در رفاه بود، تقریبا رفاه در رفاه بود. قربونت برم، شما جوشکار از فیلیپین میابردین، شوفر از کره میابردین، اصلا تمام کلفت ها رو شما از کشور خارج با اون از پاکستان میابردین. عمله دیگه چلو کباب بخور. یعنی که فقر آنطور نبود، خاطر فقر تو خیابون، مگر در حاشیه شهرستان ها. خیلی خوب، به خاطر فقر تو خیابون نیمه. دوره رضا شاه فقر خیلی بیشتر بود که مثلا اینکه بهمن مثلا تو کتابش نوشته دانش آموزان مثلا بلوچستان میرفتن چرا میکردن، این تو مال روزنامه اطلاعات دور رضا شاه. شما بهمن نیرومند میفرمایید؟ بله. این سیتات غلط بود، این وقتی بود که رضا شاه تازه اومد رو سر کار. بزرگ علوی هم نوشته بود اتفاقا بی خوده. این به هر حال میخوام بگم فقر انقلاب نمیاره. این حرف غلطه، این حرف غلطه. یعنی به خاطر فقر مردم ایران نیومدن تو خیابون. حالا شما موقعی که 1956 ایران رو ترک کردید، افق آینده رو چگونه میدیدی؟ فکر میکردی میتونی کاری بکنی برای گسترش آزادی در ایران؟ ببینید هدف چی بود؟ من وقتی آمدم با یک خشمی در درون برگشتم، آمدم به خارج، چون مسئله‌ام حل نشد تو ایران. دیدم خب من یه جوونی هم درس میخوندم، مثلا توی سازمانی رفته بودم. اون موقع من به شما میگم قضیه اسلحه و خشونت و اینا مطرح نبود تو ما. حزب توده ایران راه خشونت نمیخواست بره. به قانون اساسی سوگند خورده بود، به شاه سوگند خورده بود تا غیر قانونیش کردن. تازه سازمان افسری هم هنوز چنین قصدی نداشت. اگر هم تازه کیانوری و یه بخش کوچکی رفتن پی ساختن نارنجک و اینا بر روز مبادای کار آوانتوریستی بود که خود حزب بعد انتقاد شد، حتی خیلی هم محدود بود. خیلی محدود بود، معلومه. یعنی میخوام بگم اصلا مجموعه احزاب اپوزیسیون ایران در خصومت خشمالود و خشونت آمیز با نظام نبودن. یه دوره فرموندار نظامی بختیار و بعدم به نظر من سرایت این جنگ سرد و وجود استالینیسم در مرزهای ما و کشیدن فکر آمریکایی به ایران. آمریکایی‌ها خیلی آنتی کمونیست بودن، یعنی وحشت داشتن و همین دلیل روزگار به اینجا رسوندن. تو ایران ما این سم آنتی کمونیست آنچنان شد که دربار ما و وزرای ما رو همه، در حالی که اگه شما برید تاریخ ایران رو مطالعه کنید خیلی ها بودن اصلا مخالف این نوع خشونت و این نوع آنتی کمونیست بودن در ایران، مخالف اصلا غیر قانون کرده. ما حالا در مبحث بعدی رسیدیم به تاریخ بعد به چگونگی پیدایش مثلا فرض کن همین حزب رستاخیز و اینا. من به اینا میپردازم، یعنی داده هایی که گرفتم یا اطلاعات که جمع کردم میگم اینطوری نبوده. مقدار زیادی فشار از بیرون بوده، مقداری شاه مستصل شده، در حالی که خب شاه خیلی کارهایی کرد که از این مخمصه ایران بیاد بیرون. اصلاحات ارضی کرد، به نظر من ارزشمند بود. اولش هم مثلا خود جبهه ملی با شعار اصلاحات آری دیکتاتوری نه جلو دانشگاه با پلاکات اومد و خود حزب تو ایران ده ها مقاله نوشت که اصلاحات آری، اصلاحات رو تایید میکردن. خب
یه ده جوون مثل ماها منتاش حالیشون نبود اون موقع. چه موقعی بود؟ درست وقتی بود که 13 تا کشور امریکای لاتین جنگ مسلحانه میکرد. کوبا جزیره امید شده بود، ویتنام جنگ بود، خشونت دامن گستر شده بود و و و افتاده بودیم تو این گردونه. بله، الگو پیدا شده بود. افتاده بودیم تو این گردونه. بله. اون دیگه فرق میکنه. ولی من میخوام بگم که اون موقع که من آمدم به بیرون، یعنی با یه خشم درونی، یعنی مسئله‌م حل نشده بود تو ایران. چرا باید ما این سرنوشت داشته باشیم؟ چرا باید ما رو بگیرن ببرن زندان؟ ما که کاری نکردیم. فقط سوال اینه که چرا رفتین تو این سازمان اوس شدین؟ چرا مثلا کتاب خوندین؟ به این دلیل من روز اول که وارد شدم آقای معافی دیدم، بلافاصله شروع کردم تو مونیخ از 1950 از روز اول که اسم نوشتم دانشجو دنبال سازماندهی رفتم. سازمان دانشجویی درست کردم. سازمان مونیخ اولین سازمانی بود که ما درست کردیم. حالا عکساش هم برای بهت میدم. کسایی که نشستن چون سازمان قبلی که سازمان صداما بود، سازمان دانشجویان ایرانی مقیم آلمان که توده‌یا بودن جبهه ملی، به علت غیرقانونی شدن حزب کمونیست و اینا ضربه خورده بود، منشعب شده بود، یه دم فرار کرد و رفت آلمان شرقی. صحیح. تک و توک مونده بودن. بله. ما شروع کردیم احیا کردن. به شما میگم ما حتی سلولای حزب توده رو که احیا کردیم، با اولین تماسی هم که گرفتیم با آلمان شرقی از طریق همین مافی و مصطفی لنکرنی، همون 1956 یا 57؟ نه 57 57 بله. رفتیم با اکراه، رفتیم به خود آقای که اونا هنوز اینجا نبودن، اونا مسکو بودن. بعدن که آقای گورباچوف و خروشوف آمد اینجا، رفتم به لایپزیگ. بعدن صحبت کرد با اون موقع اون رهبر سابق آلمان شرقی، دو تا حزب و سه تا حزب امکان اقامت در آلمان شرقی دادن. یکی حزب کمونیست یونان بود، یکی اسپانیا بود، یکی هم ایران بود که اینا چون اسپانیایی و پرتغالی ها اینجا زیاد بودن تو آلمان نیرو کار و ایرانی ها محصل، اینا خواسته بودن که خروشوف اینجا صحبت بکنه که به اینجا مثلا امکان زیست بدن. که اون وقت اون اولین کسی هم که از ایرانی ها اینجا بود آقا بزرگ بود. آقا بزرگ هم درس میداد کاری به این کارا. من رفتم به آقا بزرگ. آقا بزرگ گفت من به این کارا کار ندارم، من باز کاری ندارم. راست هم گفت. و تنها کسی که سوئیس بود اومد اینجا داوود نوروزی بود. یه روزنامه هم میداد، یه ورقی، ارگان حزب هم نبود، صبح امید. بعدن که حزب اومد اینجا، کیانوردینا اومدن با رادمنشینا، اون وقت ما رفتیم اونجا ملاقات. سالهای 58 و 89 که اومد صحبت کردیم، گفتیم آقا ما شما را قبول نداریم، کودتای 28 و 89 سایه سنگینه به سر شماست، شما تقصیر داشتیم، ما یه رابطه بیلاترال داریم با شما، ما حاضریم کار حزب قبول داریم، سازمان چیزی ولی به شما و گزارش فلان نمیدیم چون اعتماد نداریم. اینجوری شروع کردیم اصلا. به همین دلیل تونستیم زود ببریم با اینا. که من به اونجا که رسیدم براتون میگم که وقتی من رفتم با هیئت دوباره اونجا، کیانی تو لایپزیگ گفت شما چرا، شما که بریدی با ما اومدی دوباره فتنه کنی و انشاب کنی. این هم جمله که من گفت، کسایی که با من بودن، حالا اسمم هست تو چیز کتاب برجت. از همون روز ما شروع کردیم سازمان ها رو پای گذاشتن، سازمان دانشجویی رو. سازمان مونیخ یکی از سازمان‌های اولیه بود که پایه‌های اصلی فدراسیون آلمان درست کرد، که معروف هم بود به استالینگراد چون چپی بیشتر توش بود. درسته. چپی بیشتر بود توش دیگه. برلن که دو دسته بود دیگه، توکلی اینا بودن و بعد اون پسر هاله بود و دعوا مرافع بود توش دیگه. بعد پاریس بود که درست بود. لندن بود که ثابتیانیان درست کرده بودن. یواش یواش شکل گرفت که به فدراسیون آلمان انجامید و بعد فدراسیون انگلیس، که بعد کنفدراسیون اروپایی درست شد. بعد یواش یواش حزب میخواست دخالت کنه. حزب هیچ نقشی نداشت تو ساماندهی این کنفدراسیون، برعکس شایعه‌ای که شد. بعد حزب خواست رخنه بکنه. صحیح. که اولین دلگاسیونی هم که رفت از لندن رفت اونجا. که ثابتیان هم رفت اونجا با نیکا و ید با مهداد بهار پسر شعرا و همه، که ثابتیان وقتی هی اومد بود من میگم مهدی
این آقاه کیه به نام برزو عینکی داشت اونجا نمیدونست که بهش گفتم آقا اسم مستر دکتر جودته میخواستن نرخته بکنن تو چیز دیگه تا اون موقع هنوز چیزی نداشتن ولی به هر حال مثل اینکه ریشه دوانده بود حزب هم فعال بود بله. هم گسترش میداد چون من خاطرم از 1958 مثلا یا 59 موقعی که دانشجوی دانشکده هنرهای زیبا بودم در برلین آدرس من رو چون سفارت داشت یک مقدار نشریات کمونیستی حزب توده به آدرس من میومد بله خب آدرس من کسی دیگه نداشت فقط سفارت داشت و بعد دیدم دیگر ایرانیان جوانی مثل من در برلین هستن اونها هم این نشریات برای مثال یک کتابچه قرمز رنگی بود در ارتباط باز روزبه دفاعیات خاص روزبه خب اینا چگونه پس معلوم که در خود سفارت هم آدم داشت شما آدم داشت معلومه نه ببین اینا یه کاری کردم بعدن من با هر کی خود منو الان برات سند دارم اینجا هست خود ساواک سنددار تو اینجا چاپ کرده علیه من وقتی در پس من بر نمیان آقای کیانوری در اومد حالا این یه روایت چه بابک به من میگه میگه یه روزی به من آقای بابک امیر خسروی میگه یه روزی به من کیانوری گفت برو تو آخن توی کافه فلان چه بشین یه نفر از ساواک داره میاد میخواد گزارش هایی به ما بده اطلاعات به ما بده با ماست گفت من رفتم اونجا دیدم یه یاروی اومد طبق قرار و اینا سه تا جریان به ما گفت اولین جریان که من نوشتم تو کتابم گفت علی متقی حالا علی متقی کیه؟ علی متقی با سازمان امنیت ایران کار میکنه علی متقی تنها آدمی است که حالا در کنفرانس مسکو شرکت کرده از طرف خسرو روزبه و تنها کسی است که به عنوان هیئت اجرایی انتخاب شده برگشته ایران و روزنامه رو در ایران بیرون میده و مخالف روساست و حالا مقالم نوشته خرید اسلحه و فلان تمام اینا میخوام بزننش دیگه گفت دومی خبری که داد به من گفت مهدی تهرانی این مشکوکه با یه آمریکایی گوش کن از تو مجله دنیا هم با یه سرهنگ کشیش آمریکایی تماس گرفته 2000 مارک بهش دادن که توی کنفدراسیون مقالاتی راجع به اون کتابی که در مرده بود راجع به پس خیانت رو شما از همون دوران شروع کردید گوش کن راجع به چیز بنویسه راجع به حالا یه مقاله این بیژن قدیمی تو مجله پیمان ما بیرون میدادیم دانشجویی نوشته بود دیگه راجع به دکتر ژیواگو که یه مقاله کریتیک نوشتم من رفتم لایپزیگ پلوکیانی مجله رو بردم چه این مقاله 2000 دلار قیمتشه گفتم ای کدوم بازار این چوبه میزنه گفت این CIA گفته حالا من که میشنم دکتر ژیواگو کیه مقاله چیه تو گویی اولین رومانی بودی که زده بلشید و اصلا حالیم نبود گفتم بابا این بیژن قدیمی نوشه بچه جیگوله یه انتلیکتول ما مرت حیبونه که اینجا شروع کرد اتهام میزدن بعد بابک میگه یارو گفت دومی تهرانی یک سرهنگ آمریکایی اومده سرهنگ کیش آمریکایی تماس گرفته و 2000 تا به تهرانی ده 2000 تا و مقاله علیه انشاب بکن کیانوری اینو برداشت توی مجله دنیا توی مقاله رخنه CIA در جنبش های آزادی بخش ملی علیه شما استفاده کرد علیه من نبشت که فلان حالا من چیکار کردم من برداشتم میدم بهت بخونی طبری خب میدونستین دروغگوه همه میدونستین کیانوری شالاتون دروغ من زنگ زدم به طبری گفتم بعد نوشته بود که تهرانی خودش اینه به ما گفته اینه اون ورزیونی که بابک بعد کیانوری گفته بود که تهرانی خودش این رو به ما اطلاع داد ولی از اون مبلغ 2000 تا 600 تا به ما داد بقیهش هنوز نداده منم به زنگ زدم به طبری طبری حضور من خواهم نمید گفتم آقا راست میگی اولین بار راست میگی
به ادامه این مصاحبه در هفته آینده توجه کنید. در نگاه به کوچه ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می کنیم شب را و روز را هنوز را.